شرطهای رهبر ایران برای اجرای برجام. آیت الله خامنه‌ای میگوید به هر بهانه‌ای دوباره تحریم شویم توافق نقض می‌شود. در جلسه غیرعلنی موضوعاتی منتسب شد به دفتر آقا که جای رسیدگی داره. چند هفته پرماجرا در مجلس ایران، توافق هسته‌ای چگونه از هفت خوان مخالفان گذشت؟ و برنامه دولت بریتانیا برای مقابله با پیوستن جوانان به گروه‌های تندرو. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. رهبر ایران اجرای توافق هسته‌ای را تایید کرده، اما شرط‌هایی هم گذاشته، از جمله اینکه اگر شش قدرت جهانی به هر بهانه‌ای در 8 سال آینده تحریم‌های تازه علیه ایران وضع کنند، ایران اجرای برجام را متوقف می‌کند. آیت الله علی خامنه‌ای همچنین گفته تا قبل از اینکه آژانس پرونده گذشته برنامه هسته‌ای را نبندد، ایران حاضر نیست اورانیوم غنی‌سازی شده خود را مبادله و راکتور آب سنگین عراق را دوباره سازی کند. امیر پایور از شرط‌های رهبر ایران برای اجرای برجام گزارش می‌دهد. تا به حال توافق به دست آمده را قبول یا رد نکرده بود، اما حالا اجرای آن را با شروطی تایید کرد. آیت الله علی خامنه‌ای می‌گوید محصول مذاکرات که در قالب توافق به دست آمده نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری متعددی دارد که به گفته رهبر ایران ممکن است به خسارت‌های بزرگی برای کشور منتهی شود. آیت الله خامنه‌ای 2 شرط مهم درباره رفع تحریم‌ها گذاشته. یکی اینکه رئیس جمهوری آمریکا و اتحادیه اروپا کتباً اعلام کنند که تحریم‌ها لغو است و اگر بگویند ساختار آنها باقی است توافق نقض شده. دوم اینکه وضع هر گونه تحریم در هر سطحی و به هر بهانه‌ای از جمله حقوق بشر و تروریسم توافق را نقض می‌کند. بعد از توافق وین، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ منتقدانش که کم هم نبودند تأکید کرده ساختار تحریم‌های آمریکا باقی می‌ماند و واشنگتن فقط اجرای آنها را متوقف می‌کند. همچنین جان کری وزیر خارجه آمریکا و جک لیو وزیر دارایی در جلسه‌های کمیته‌های سنا به منتقدان اطمینان دادند که فقط تحریم‌های هسته‌ای معلق می‌شود و هنوز امکان تحریم کردن ایران در موارد دیگر باقی است. به این ترتیب برای اینکه توافق از نظر رهبر ایران نقض نشود، آمریکا نباید از این امکان به اصطلاح باقی استفاده کند. آیت الله خامنه‌ای 2 شرط مهم هسته‌ای هم دارد. اینکه تغییر کاربری راکتور آب سنگین عراق و معاوضه اورانیوم غنی شده ایران و کیک زرد فقط وقتی انجام شود که قرارداد قطعی برای آنها بسته شده، و مهمتر این که این 2 بعد از بسته شدن پرونده پیشینه احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران صورت گیرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا 15 دسامبر برای انتشار گزارشی در این باره مهلت گرفته. با این دستور رهبر ایران، اجرای 2 بخش از تعهدات مهم ایران 2 ماه عقب می‌افتد و به تبع آن تاریخ روز اجرای توافق و برداشته شدن تحریم ها هم همینطور، مگر اینکه آژانس گزارشش را زودتر تهیه کند. در این نامه رهبر ایران صرف نظر از نحوه اجرای توافق 2 نکته را به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران یادآور شده. یکی اینکه هیچ وقت به آمریکا اطمینان نکند و دیگر اینکه اقتصاد ایران را صرف نظر از رفع تحریم ها به سمتی ببرد که با فشار خارجی آسیب نبیند. امیر پایور، بی بی سی. 3 ماه بعد از توافق هسته‌ای تا مهلت تصویب رسمی آن در ایران فصلی پرتاب و تنش بود. دولت و مذاکره کنندگان هسته‌ای تلاش کردند منتقدان را قانع کنند که توافق خوبی به دست آمده و باید آن را به همان شکل اجرا کرد بدون تصویب مجلس، ولی توافق با بعضی از منتقدان داخلی از توافق با مذاکره کنندگان خارجی آسان‌تر نبود و در موارد زیادی به جنگ و جدل لفظی بین نمایندگان دولت و مجلس کشید. مجید خیامدار گزارش می‌دهد.
ببینید آقای ظریف، سه ماه بحث و جدل سر توافقی که بعد از مذاکره با قدرت‌های جهانی به دست آمد. توی برجام نوشته آب سنگین، دوستان میگن آب سنگین نیست. آخه نامردیه در حد برجام. سه ماه مباحثه و مجادله. گوش کنید. گاهی با دعوا و مرافعه. خیلی عجیبه، با قسم جلاله میگوید سیمان می‌ریزیم روی تو و می‌کشیم تو را. عدم توافق سر سود و زیان توافق. ما محدوده بسیار زیادی را پذیرفتیم. وقتی ما میگیم برنده شدیم یا موفق شدیم، معنیش اینه که ما سه تا گل زدیم، دو تا گل هم خوردیم. بازی کجدار و مریض آیت الله خامنه ای در حمایت از توافق. بحث هماهنگی های پشت پرده در صحن مجلس. بگم. شما مجلس باید تصمیم بگیره، ربطی به مجلس رهبری نداره. بفرمایید. نه، گفتید از دفتر زنگ زدن گفتن چرا زودتر تصمیم گیری نمی‌کنید؟ توافقی که بعد از 20 ماه مذاکره با قدرت‌های جهانی به دست آمد، عاقبت در عرض 20 دقیقه در مجلس تصویب شد. اعلام توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی بسیاری را در ایران خوشحال کرد. کسانی که معتقد بودند اصل کار انجام گرفته و بقیه‌اش تشریفات است. ولی واکنش رهبر ایران به توافق موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام حاکی از عدم قطعیت بود. برای تصویب این متن یک مسیر قانونی پیشبینی شده ای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند و خواهد کرد ان شاء الله. آقای خامنه ای معلوم نکرد که این مسیر قانونی از کجا می‌گذرد، مجلس یا شورای عالی امنیت ملی که مصوباتش با امضای خود او قانون می‌شود. دولت از همان ابتدا اعلام کرد صلاح نیست مجلس برجام را تصویب کند و کار را به شورای عالی امنیت ملی حواله کرد. صدای بعضی از نمایندگان مجلس درآمد. چطور ما توافقنامه‌های مربوط به انتقال 4 تا کتاب و یه تئاتر رو نمیدونم یه گروه اقتصادی رو ما باید تصویب بکنیم؟ بعد این موضوع به ما مربوط نیست؟ این در تاریخ روابط بین‌الملل بی‌نظیر است. مذاکره کنندگان تلاش کردند به نمایندگان اطمینان بدهند که برجام و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که بعد از آن تصویب شد برد بزرگی برای ایران بوده. شورای امنیتی که ما رو به خاطر غنی‌سازی میبره توی فصل 7 به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌الملل، بعد میاد همون شورای امنیت 6 تا قطعنامه خودش رو ملغا میکنه، ایران رو از زیر فصل 7 در میاره، غنی‌سازی رو هم بهش میده. حامیان برجام در مجلس کم نبودند. برجام رو باید در کلیت دید نه در جزئیات. برجام یک پنجره است برای تنفس ما به دنیای خارج. برجام یک پنجره است، یک بهانه است برای ورود ما به یک عصر جدید. ولی بعضی از نمایندگان اصولگرا، عمدتاً اعضای تشکیلات موسوم به جبهه پایداری یا نزدیکان آنها، گفتند برجام توافق خوبی نیست چون خواسته های رهبر ایران را تأمین نمی کند. از جمله در مورد شیوه برداشتن تحریم ها. لغو نه تعلیق، لغو یک جا نه تدریجی، لغو تحریم ها در روز امضا نه بعد، منوط نشدن لغو تحریم ها به راستی آزمایی. کمیسیونی ویژه بررسی برجام در مجلس تشکیل شد با حضور نمایندگان موافق و مخالف. ما فرض میکنیم مثلا حق رسمیت داده شده، اما چیدمان فعلی به اضافه احکام برجام ما رو از تحقق به اصطلاح غنی‌سازی که کارآمد باشه باز میداره. امتیاز آب سنگین عراق این است که ما میتوانیم از اورانیوم طبیعی به عنوان سوخت استفاده کنیم. اگر قرار باشه ما از اورانیوم غنی شده استفاده کنیم، چرا آب سنگین؟ آب سبک استفاده میکنیم. ادامه یه چنین روشی که داریم میریم، از ایدئال ها داریم حرف میزنیم، چه قیمتی رو بر ما تحمیل خواهد کرد؟ که آیا ما با این قیمت ادامه بدیم اگر تحمیل میشه یا ندیم؟ مذاکره کنندگان سابق هم به کمیسیون برجام دعوت شدند. صدای منتقدان دوچندان شد. یکیش خاموش کنید. در این سند که شما میخونید چه حقی رو برای شما پذیرفته؟ اومده یه جا فقط میگه اجازه میدیم این میزان رو شما داشته باشید. بعد عرض کردم خدمتون استثناءات رو در حقوق، در تکالیف، در سازوکارها، در نظارتها، در همه شنو چیزاییست که در هیچ جای دیگه معمول نیست. ما که امضا نکردیم اصلا. دولت مخالف تصویب برجام در مجلس بود و می گفت معاهده ای امضا نکرده که طبق قانون اساسی موظف به تقدیم لایحه‌اش به مجلس باشد.
چرا ما میخواییم یک فشاری رو از لحاظ حقوقی بر مردم ایران وارد بکنیم، فشاری که هیچ الزامی ما نداریم، هیچ نیازی ما نداریم، استفاده میکنیم از آیت الله خامنه ای سرانجام اظهار کرد که مجلس باید توافق را بررسی کند، ولی برای آن تعیین تکلیف دقیق نکرد. اولا نوع تصمیم گیری چجوری باشه، به نفع تصمیم یا رد باشه یا به نفع دیگری تصمیم گیری کنن، آیا رد کنن، آیا تصویب کنن، بنده هیچ توصیه ای ندارم. کمیسیون ویژه بررسی برجام بعد از 6 هفته بحث گزارشی به مجلس ارائه کرد. در این گزارش برجام عمدتاً به ضرر ایران ارزیابی شده بود. از جمله در آن گفته شده بود که مرجعی برای راستی آزمایی اجرای تعهدات طرف مقابل تعیین نشده و شرایط برگشتن تحریم ها آسان است، در حالی که شرایط برگشت پذیری برنامه هسته‌ای ایران در صورت نقض عهد طرف مقابل آسان نیست. ولی بعضی از اعضای همین کمیسیون برجام گفتند گزارش را کارشناسانی بیرون از کمیسیون نوشتند و گزارششان یکسونگرانه است و جنبه‌های مثبت برجام را نادیده می‌گیرد. یکی از آنها علایالدین بروجردی بود که رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم هست. او طرحی ارائه کرد با عنوان اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام. بر اساس این طرح دولت در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی میتواند برجام را اجرا کند. در جلسه غیرعلنی موضوعاتی منتسب شد به دفتر آقا که جای رسیدگی داره و من خواهشم اینه که بعداً چیزی ما به رهبری منتسب نکردیم و الان هم میگیم شما مجلس باید تصمیم گیری، ربطی به مجلس رهبری نداره. بفرمایید. نه گفتید از دفتر زنگ زدن گفتن چرا زودتر تصمیم گیری نمی کنید، ما هم چاره نداریم باید زودتر تصمیم گیری. نه تنها دفتر آقا که آیت الله مکارم هم نامه نوشتن، خودتون هم دیدید. آیا همه منتظرن تصمیم بگیرید؟ شما تصمیم بگیرید. کلیات طرح به تصویب مجلس رسید. آقا بفرمایید بنشینید. جلسه پرتنشی بود. کسانی که میخوان خدمت به این نظام بکنن بگویم سیمان میریزیم روی شماها و دفنتان میکنیم در همون قلب ریاکتور عراق. 2 روز بعد جزئیات طرح بعد از فقط 20 دقیقه بحث در جلسه علنی به رأی گذاشته و تصویب شد. پیشنهاد بعدی مطرح می‌کنم. نمایندگان منتقد نزدیک به 200 پیشنهاد داشتند که فقط 4 موردش فرصت طرح پیدا کرد. یک نماینده مخالف گفت به آنها گفته شده که شب قبل رئیس مجلس، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول سیاسی امنیتی دفتر رهبری در جلسه تصمیم گرفتند که طرح به سرعت تصویب شود. صدای نمایندگان مخالف درآمد و اشک بعضی. شورای نگهبان هم مصوبه مجلس را فوراً تایید کرد. رئیس شورای نگهبان گفت کار مجلس در حاشیه برجام بود که در شورای عالی امنیت ملی تایید شده و باید کار را تمام شده تلقی کرد. عذرم میخوام واقعا که مجبورم برم. انشالله که موفق باشید. به این ترتیب یک خان دیگر از 7 خان توافق هسته‌ای به سر رسید. ولی حکایت همچنان باقی است. مجید خیامدار، BBC. با عبور از روز پذیرش توافق ایران و قدرت‌های جهانی، یک قدم به اجرایی شدن این تفاهم نزدیک‌تر شده‌ایم. سانتریفیوژهای ایران و ظرفیت غنی‌سازی این کشور در مذاکرات نقشی اساسی بازی کرد و حالا در صورت اجرا این تفاهم ظرفیت غنی‌سازی ایران را به شدت کم خواهد کرد و تعداد سانتریفیوژها هم کم خواهد شد. مجید افشار نگاهی انداخته به سیر تحول سانتریفیوژهای ایران تا به امروز و راه پرفراز و نشیبی که دانشمندان ایرانی برای تولید این ماشین ها طی کردند. از 69 سانتریفیوژ وارداتی ما سال 85 تازه ما یه آبشار پیدا کردیم که 16 سال تلاش برای ساخت سانتریفیوژی که از ابتدا اشکال طراحی داشت و بهره‌وری‌اش پایین بود. به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و عدم دسترسی به تکنولوژی روز، ایران به همین سانتریفیوژها قناعت کرد. 25 سال داریم رو آی‌آروان کار می‌کنیم، هنوز نتونستیم اون آی‌آروان را آنچنان که باشد، البته گفتم اشکال طراحی ذاتی داره، حالا این اشکال در طراحی جدید برطرف شد. عبدالقادر خان، پدر انرژی هسته‌ای پاکستان، پدر سانتریفیوژهای IR1 ایران هم هست. سانتریفیوژهایی که نسخه اولیه‌اش از یک شرکت هلندی بریتانیایی کپی شده بود. کار این سانتریفیوژها جداسازی ایزوتوپ‌های اورانیوم 238 از اورانیوم 235 است
گرچه کمتر از 1% ایزوتوپ 235 در سنگ اورانیوم طبیعی وجود دارد، اما این ماده شکافت پذیر است و قابلیت عظیمی برای آزاد کردن انرژی دارد. سانتریفیوژها این دو ایزوتوپ را از هم جدا می کنند و با تکرار این کار غلظت اورانیوم 235 را بالاتر و بالاتر می برند. اگر اورانیوم 235 3-5% غنی شود، برای تولید انرژی مناسب است. اما اگر غنی‌سازی را تا 90% ادامه دهیم، این ماده می‌تواند برای ساخت بمب استفاده شود. ظرفیت غنی‌سازی این ماشین‌ها با واحدی به نام سو سنجیده می‌شود. هر سانتریفیوژ آیاروان ایران توانی برابر 1 سو دارد. ایران در 2 مرکز نطنز و فوردو در کل 19,000 سانتریفیوژ داره. همه اونها از نسل اول. از این تعداد کمی بیشتر از 10,000 تای اونها فعال و کار میکنه. حالا در صورت اجرای برجام نیمی از این سانتریفیوژ ها باید از کار بیفته، یعنی فقط 5,060 سانتریفیوژ برای غنی‌سازی باقی میمونه که همه اونها در نطنز خواهد بود. در فوردو البته 1040 سانتریفیوژ فعال میمونه، ولی نه برای غنی‌سازی بلکه برای تولید ایزوتوپ های فعال که کاربرد پزشکی داره. اما از چرخ خارج کردن این 5,000 سانتریفیوژ فعال به هیچ عنوان کار ساده ای نیست. ایران با نظارت آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای باید اول با استفاده از پمپ‌های مکنده گاز هگزوفلوراید اورانیوم رو از این ماشین‌ها خارج کنه. اما چون هنوز آلودگی زیادی وجود داره، باید به ماشین‌ها گاز نیتروژن تزریق بشه تا اونها کاملاً تمیز بشن. بعد لوله‌های اتصال باز میشن و سانتریفیوژهای اضافی به یک انبار منتقل میشن. اما تعدادی از این سانتریفیوژها در همین مرحله از کار می‌افتند. به دلیل تحریم‌ها و عدم دسترسی به مواد اولیه، جنس بدنه و پروانه سانتریفیوژهای ایران هیچ وقت به استانداردهای جهانی نزدیک نشد. همین باعث شده علاوه بر بهره‌وری پایین، سالانه تعداد زیادی از این سانتریفیوژها از چرخه خارج شوند. بعد از اجرای توافق، ایران در انبار حدود 13,000 سانتریفیوژ دارد و می‌تواند آنها را جایگزین دستگاه‌های معیوب کند. اما با این وجود در برنامه جامع اقدام مشترک پیش بینی شده اگر تعداد سانتریفیوژها در انبار به کمتر از 500 عدد برسد، ایران می تواند دوباره تعدادی سانتریفیوژ نسل اول بسازد. این ماشین ها با سرعت بسیار بالایی میچرخند و ایجاد تعادل در اونها خیلی سخته و موادی که برای ساخت این ماشین ها استفاده میشه هم باید بسیار دقیق باشه. به همین دلیل کوچکترین اشتباهی در ساخت باعث ایجاد اختلال در عمل کرده این ماشین ها میشه. طرح سانتریفیوژ های ایران که از روی نسخه پاکستانی ساخته شده جزو ابتدایی ترین ماشین های غنی سازیه. یعنی زمانی که دانشمندان تازه شروع به تحقیق درباره بهبود بهره‌وری سانتریفیوژها کرده بودند. بهره‌وری سانتریفیوژ به چند چیز بستگی داره. یکی ارتفاع، یکی هم سرعت. هرچی سرعت چرخش پروانه سانتریفیوژ بیشتر باشه، بهره‌وری اون هم بیشتره. اما در عین حال احتیاج به تکنولوژی پیشرفته تری هم هست. چون در سرعت‌های خاص پروانه سانتریفیوژ ممکنه شروع به لرزش بکنه و این سانتریفیوژ رو از کار میندازه. بعد افزار استاکسنت سالها پیش با استفاده از همین روش قصد داشت سانتریفیوژ های ایران را از کار بندازه، یعنی کم و زیاد کردن سرعت پروانه سانتریفیوژ. این مسئله رو به راحتی میشه با یک فرفره به نمایش گذاشت. فرفره فقط در سرعتی خاص تعادل داره و خوب میچرخه، ولی با کم و زیاد شدن سرعت فرفره شروع به لرزش میکنه و در نهایت از تعادل خارج میشه. ایران برای بهبود وضعیت سانتریفیوژهایش روی ماشین‌های جدیدتری سرمایه گذاری کرد، اما حالا با توافق جدید تحقیق و توسعه حداقل تا 8 سال محدود خواهد شد. مقام‌های ایرانی امیدوارند با ایجاد اعتماد بتوانند نظر مساعد شرکت‌های پیشرفته بین‌المللی را در ساخت ماشین‌های جدید به دست آورند. اما حتی اگر ایران موفق به ساخت و به کارگیری سانتریفیوژهای جدید شود، باید برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی‌اش توجیه مناسبی داشته باشد. نکته مهم اینه که تا 13 سال بعد از توافق ظرفیت غنی‌سازی ایران ثابت می‌مونه. بعد از سال 13 هم ایران اگه بخواد ظرفیت غنی‌سازیش رو افزایش بده، باید دلیل موجهی براش داشته باشه. پس از لحاظ تئوری ایران میتونه بعد از سال 13 هم ماشین‌های پیشرفته به کار بگیره و ظرفیت غنی‌سازی رو بیشتر کنه، ولی در عمل نیازی به این نیست.
چون کشورهایی مثل روسیه و چین که برای ایران نیروگاه می‌سازن قرار خودشون سوخت اون رو تامین کنن، پس نیازی به افزایش ظرفیت غنی‌سازی نیست. گرچه به نظر نمی‌رسد سانتریفیوژهای نسل اول ایران می‌توانستند حتی بخش کوچکی از نیاز سوخت نیروگاه‌های این کشور را تامین کنند، اما در مذاکرات اهرم خوبی بودند برای گرفتن امتیازهای بیشتر. شاید این توافق حالا دری برای همکاری و پیشرفت این سانتریفیوژها باز کند. مجید افشار، بی بی سی. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا میگوید افراط‌گرایی زهری است که ذهن جوانان بریتانیا را مسموم کرده. تابستان امسال روزانه به طور میانگین 8 نفر به برنامه مبارزه با افراط‌گرایی بریتانیا ارجاع داده شدند که اکثر آنها یا مسلمان تندرو بودند یا ملی‌گرا و راستگرای افراطی. فرانک حمیدی به مرکز گفتگوهای استراتژیک رفته تا ببیند این برنامه دقیقاً چه می‌کند. ریاض خان، جوان بریتانیایی اهل کاردیف در ویدیوی تبلیغاتی گروه موسوم به دولت اسلامی. وقتی چندین ماه پیش این ویدیو منتشر شد، برای بسیاری این سوال را ایجاد کرد. چگونه می شود جلوی افراط‌گرا شدن جوانان را گرفت؟ دولت بریتانیا می گوید راه حل شناسایی جوانان قبل از ارتکاب هر گونه جرم مرتبط با افراط‌گرایی است. برای همین 4 سال است که طرحی به نام چنل را به اجرا گذاشته. طرح چنل طرحیه که با همکاری سازمان‌های مختلف انجام میشه. مراکز و سازمان‌های مختلف دولتی آسیب پذیری فرد ارجاع شده به برنامه را بررسی می‌کنند. امسال تابستان 796 نفر به طرح چنل در انگلستان و ویلز ارجاع داده شدند. بعد از بررسی‌های لازم 3/4 این افراد افراط‌گرا تشخیص داده نشدند و لازم نبود که در برنامه چنل شرکت کنند. برنامه چنل خارج از فضای حقوقی و جنایی کار می‌کنه. در واقع قبل از اون که جرمی اتفاق بیفته. این برنامه یک مداخله زودرسه. برنامه‌های مشابهی برای نوجوانان آسیب پذیر در مقابل مواد مخدر یا ترک تحصیل هم وجود داره. هدف اینه که با مداخله زودهنگام اعتقادات افراطی فرد رو تغییر بدیم و مسیرش رو عوض کنیم. در ضمن هویت این افراد باید پنهان بماند. به همین دلیل ما نتوانستیم با کسانی که به این برنامه ارجاع داده شدند مصاحبه کنیم. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به تازگی برنامه جامع جدیدی برای مقابله با افراط‌گرایی در بریتانیا معرفی کرد که بر اساس آن سازمان‌های دولتی موظف به شناسایی و معرفی افراد افراط‌گرا در آن سازمان‌ها هستند. مسئولیت مقابله با افراط‌گرایی را نباید فقط روی دوش پلیس گذاشت. کافی نیست که فقط درباره افراط‌گرایی خشونت‌آمیز صحبت کنیم. ما باید با هر نوع افراط‌گرایی مبارزه کنیم. باید قبول کنیم که افراط‌گرایی سمی است که ذهن جوانان ما را مسموم کرده و باید با آن به صورت ریشه‌ای مقابله کنیم. اما طرح‌های مقابله با افراط‌گرایی در بریتانیا انتقادات زیادی را ایجاد کردند، به خصوص طرح مداخله زودهنگام چنل. ما جامعه‌ای هستیم که با آزادی بیان، اعتقادات و مذهب پایبندیم و اعتقاد داریم که دولت‌ها نباید در اعتقادات مذهبی افراد دخالت کنند. برای همین هم این طرح جنجالی شده. این روزها در بریتانیا نگرانی از افراط‌گرایی بیش از همیشه است. تصاویر جوانانی که برای رفتن به سوریه و جهاد از خانه و خانواده خود فرار می‌کنند به این نگرانی‌ها دامن زده و باعث شده که عده‌ای از چنین طرح‌های استقبال کنند، ولی بسیاری هم نگرانند که آزادی‌ها فدای امنیت می‌شوند. فرانک حمیدی، بی بی سی. در سایه جنگ و خشونت، افغانستان همچنان فضایی برای شادی و تفریح دارد. در ماه‌های اخیر آسمان کابل و شهرهای بزرگ افغانستان اولین پروازهای پاراگلایدر یا پرش با چتربال را تجربه کرده. خبرنگار ما کاوون خموش در گزارش خود می‌گوید پاراگلایدر در افغانستان هنوز محدود و با موانعی روبروست. برای اولین بار این چترهای رنگارنگ آسمان آبی کابل را رنگین میکند. تمرینات مقدماتی برای پرش در پهنای باز. چتربال ها یا پاراگلایدر ها توجه افغان ها را به خود جلب کرده.
به ویژه آنهایی که دغدغه کمتری دارند. این گروه ورزشکاران از پیشگامان این ورزش تفریحی در هرات، بامیان و کابل است. وقتی که آمدیم اینجا دیدیم که اینجا نیست و احتیاج داره و حتی یک بخش بسیار بزرگ در وزارت هوانوردی خالی است به نام گلایدر. آقای پوپل در ترکیه و ایران پاراگلایدر یاد گرفته و در چند ماه گذشته 15 دختر و پسر را آموزش داده. هزینه آموزش 600 تا 800 دلار آمریکایی. پولی که خیلی از افغان‌ها توان پرداخت آن را ندارند. کوروش پاراگلایدینگ دیگر گروه گلایدرها حدود 40,000 دلار آمریکایی سرمایه گذاری کرده تا افغان‌ها را با چتر بال آشنا کند. اما تفریح و ورزش‌های مثل این زود است اینجا جای پا باز کند، به ویژه برای دختران و زنان. لیلا شادی و آرامشی را که در زمین نیافته در پرواز تجربه می‌کند. فکرای مردم محدود است. ما پرواز کردم، شاید بعضی مردم خوب فکر نمی‌کنه، فکر منفی می‌کنه. بارزی گرشن دختر خانم‌ها بیا اشتراک بکنه، همراه اینا همکار باشه، بسیار خوشحال میشه. ناامنی روی خیلی از ابعاد زندگی در افغانستان سایه انداخته، حتی روی سرگرمی‌های حداقلی مردم. پدیده‌های نو در افغانستان پیوسته موانع زیادی برای نهادینه شدن دارند. موانعی مانند حاکمیت جامعه سنتی، اقتصاد ضعیف و ناآشنایی مردم با این پدیده‌ها. پاراگلایدینگ در افغانستان یک چیز تازه است و بسیاری از افغان‌ها مثل من تجربه بازی را ندارند، اما به هیجانش می‌ارزه با وجودی که کارها در این کشور در این عرصه ابتدایی است و هنوز به راه دور و دراز نیاز داره. کاوون خاموش، بی بی سی کابل. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.